صحبت کردیم راجع به اینکه راه حل ها و راه کارهای فقر زدایی که اسلام ارائه کرده در سه مرحله مطرح می شود راهکارهای کوتاه مدت میان مدت و راه حل های بلند مدت و اما در بخش کوتاه مدت اشاره کردید مواردی مانند صدقه دادن انفاق, داد، انفاق کردن و مواردی از این قبیل قرض الحسنه بوده. چیزهای خوبی که در لحظه و به طور موقت اون مشکل و مسئله رو برطرف میکنند و یک انسان فقیر را از گرسنگی نجات میدند فکر میکنم این موارد تمام شد رسیدیم الحمدلله به راهکارهای میان مدت در این باره کمی بیشتر توضیح عنایت بفرمایید بله همان گونه که فرمودید اسلام برای فقر زدایی از جامعه راهکارهای متفاوت و گوناگونی را بیان کرده است برخی از راهکارها راهکارهای الزامی نیست بله اون که ما کتا مدت عرض کردیم به این دلیل که اون چی که قبلا اشاره شد به عنوان راهکارهای کتا مدت الزامی نبود به تعبیر فقهی واجب نبود بله. همه مستحب بود انفاق کردن مستحب هست صدق دادن مستحب هست اینها و حتی قرض الحسنه اینها مستحب یعنی بله. اگر کسی انجام نده معاخذه نمیشه, نمیشه. ولیمه هم بود که الان یادم ولیمه هم بله. بله. جزی همون برنامه هایی بود که واجب نبود بالاخره مستحب بود و این راهکارهای میان مدت جنبه الزامی دارد درست یعنی به تعبیر فقهای های واجبه اونها عبارتن از یکی از اونها کفارات هست کفارات واجب الزامی هست یعنی اگر کفاره سر انسان بگرده واجبه که باید ادا بکنه کفارات چیه کفارا جریمه تخلف از احکام الهیه خداوند دستوراتی را برای انسان ها داده عوامری را که پروردگار عالم برای انسان ها امر کرده است که این کارها را انجام بدین و یا این کارها را انجام ندین درست. اوامر و نواهی پروردگار این تکالیف انسان مسلمان هست اگر از این اوامر الهی و از این تکالیف الهی سرپیچی بکند تخلف بکند باید جریمه شود جریمه هم نقدی هست جریمه نقدی هست با توجه به وسعت و گستردگی خود اون گناه یا اون تخلف جریمه ها تعیین شده درست.